با عرض سلام و درود به دوستان عزیز، مرشد ایساخان هستم در یه برنامه فیسبوک لایف دیگه با کنار دکتر پیمان رئوفی. امیدواریم مورد قبول همه دوستان قرار بگیره. این برنامه الان از ساعت 9 شب زنده به وقت لس آنجلس البته از طریق فیسبوک و یوتیوب زنده پخش میشه. بازپخش برنامه از کانال 198 جی ال بی در آمریکا و کانادا و سطح لایت و دیش در ایران خودمون و کشوری آسیایی و واتساپ و تلگرام از طریق فایل صوتی در دسترس همه دوستان در 4 گوشه دنیا قرار میگیره. خیلی از دوستان میخوان که برنامه رو از طریق واتساپ فایل صوتی گوش کنن چون دسترسی به اینترنت ندارن یا میخوان درایو کنن، خیلی راحت تره. اگر مایلن میتونن تلفنشون رو به ما بدن به صورت خیلی سکیور و امن که هیچ کس نمیتونه تبلیغ یا چیزی بذاره که مزاحم برای شما بشه، میتونیم برنامه رو برای شما بفرستیم. دکتر خوش اومدین به برنامه خودتون، افتخاری که یک بار دیگه در کنار شما هستیم. ممنون از شما. بندم شالوم و برخا دارم به همه دوستان و عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم یا بعداً صدا و تصویر رو خواهند داشت. ربای عزیز خسته نباشید، شما هم از یک لایو دیگر به این لایو پیوستید و روز کاری، و امیدوارم که شما هم در سلامت و صحت، شما و خانواده خوبتون و همه عزیزانی که هر کجای گیتی پهناور که هستن و میخوایم مثبت فکر کنیم، مثبت باشیم، مثبت زندگی کنیم. آمین. واقعا این سوال پیش میاد، لیبر دی که روز کاره، اگر مثبت بخوایم نگاه کنیم چرا روز تعطیل دکتر جان؟ نمیدونم، این جوابی ندارم براش. روز کارگره به قول معروف یک روزی است که قراره که کارگران، و حالا ما یه مقداری باز بیشترم بگیم کارمندان، کارگران، افرادی که به هر حال زحمت میکشن و چرخ صنعت و کار هر کشوری ملتی رو دارن میچرخونن، یک روز بزرگداشتی است برای اونها و همه عزیزانی که به هر حال در کار تولید و خلاقیت و فعالیت هستن. این روز یه روز بزرگداشته، مثل روز پدر، مثل روز مادر، مثل روز پرستار، مثل روز فرض کنید کارهای مختلفی که هستش، و اینها به قول معروف قراره که سلبریشن باشه و بزرگداشت. روز کارگرم همینطور. خوش گذشت به شما. اتفاقا جاتون خالی دکتر جان، اولی ما رفته بودم پلس وردس، یک عروسی مجلل اونجا بود، سفرتورم بردیم شبات، برادرم عزیز سال اومده بود کنار هم آره. خوش گذشت، هم فال و هم تماشا، عالی بود واقعا. چقدر عالی بهشت دادم. من نمیدونیم کالیفرنیا همچین جاهای دیدنی داره. نمیدونم بودم که واقعا شما تابوسا رو هم تونستید ببینید اونجا؟ نه، ما توی هتل بودیم. آره بله، پلس وردس تابوس هم داره. تابوس هایی داره که اونجا خیلی معروف هستن و اونجا زندگی میکنن و خیلی هم سر و صدا دارن. بعضا برخی از همسایه ها سر و صدا اینها خود شکایت هم دارن، ولی هم منظره زیبایی است کنار دریا و روی اون بلندی، و هم تابوس های خیلی قشنگی داره. پس شما اونجا مراسم عروسی بودید. نفس گذاشت. امشب در مورد پاور آف پازیتیو تینکینگ یا قدرت مثبت اندیشی می‌خوایم صحبت کنیم. حتی شما هر از گاهی می‌پرسین چرا من این بحث و این تاپیک رو انتخاب کردم دکتر جان. متأسفانه هفته پیش تو لس آنجلس یه جوان واقعا سخت‌کوش توی دانتان، 43-44 سالش هم بیشتر نبود، شارون هدوت، از دست دادیم. و دیشب تو کنیسای ما اهل موشه مراسم یاد بود برای ایشون برگزار شد و دوستان صحبت کردن، ما یه صحبت کوچیکی کردیم. بلا استثنا همه در مورد پازیتیویتی، یعنی اینکه طرف آقای شارون شادروان، جوان ناکام متاسفانه، خیلی مثبت تو زندگیش همه صحبت کردن. من گفتم ببینید تنها کاری که ما تو انجام بدم، با اجازه آقای دکتر که البته تکسن دکترم با جون دل قبول کردن که بحث امشب رو اختصاص بدیم در مورد این پازیتیو بودن و اینجوری شاید کمکی بشه به نشاماش، سولش، هر جایی هست آرامش خاطری داشته باشه. و برای بازماندگان، دوستان، آشناهاشون که همه جوان ها اومده بودن، قلقله بود کنیسا پک، یعنی اصلا جا نبود چه خانم و چه آقایون، ما درس یاد بگیریم. رفتگان که رفتن، ولی برای ما این پازیتیو بودن، مثبت بودن رو بتونیم چگونه استفاده کنیم. البته خیلی اسفناک در عرض بکنم 24 ساعت از دنیا رفت
وارد جزئیات نمیشیم، ولی مثل اینکه شکم درد داشته، رفته یک دکتر، جای اسمو نمیارم کجا، تو دانتون بوده، بعد گفتم مثل که یک ناراحتی ساده از خونه استراحت کن خوب میشه، ولی نگو که آپانتیسش اوت کرده بوده و دیگه خیلی هم دور و به قلب و همه چی اینا، و اگر فهمیده بودن شاید میشد، ولی خب دیگه ما نمیدونیم دنیا چه خبره. خیلی زود در 24 ساعت رفت و ولی تو زندگی خیلی مستعد و سخت کار میکرد، مردم رو شاد میکرد، خوشحال میکرد، نصیحت میداد، پند میداد. گفتیم امشب ما بذاریم در مورد پازیتیو صحبت کنیم، قدرت مثبت اندیشی، و چه کسی بهتر از دکتر رافی که بود اینو برای ما باز کنن. بله حتما. اول اینکه خب من هم تسلیت میگم واقعا به خانواده، دوستان و جامعه‌ای که یه همچین جوانی رو از دست داده. یه نکته خیلی مهمی هم این هستش که واقعا به بحث سلامتی باید توجه کرد، و من گاهن تعجب میکنم که با افرادی که برمیخورم، حالا جوان ممکنه باشه 30 ساله، 40 ساله، بعد 50 ساله، و میپرسم که خب شما چکاپ سالیانه رو میرید، دکتر میرید، آزمایشاتون رو میدید، و میگن که نه من الان چند ساله که نکردم این کارو. و بحث سلامتی و پیش پزشک رفتن و چکاپ سالیانه، من گاهی وقتا واقعا میشه که چکاپ سالیانه ای نیست، من 2 بار 3 بار در سال پیش میاد که دکتر میرم و آزمایشای کامل رو میدم. و فکر میکنم که این خیلی واجبه. به 45 سالگی به بعد کولونوسکوپی حتما واجبه که انجام بشه، و دیگه آزمایش‌های خون. خیلی از ماها کمبود ویتامین دی داریم، خیلی از ماها کلسترولمون یه کمی بالاست، تریگلیسیرید داریم، ممکنه قند یا دیابت به صورت ژنتیکی در خانوادهمون وجود داشته باشه. اینها چیزاییست که خب باید تست بشه. خانم‌ها برای سرطان پستان حتما باید تست بشن، حتما باید هم از لحاظ دست، هم از لحاظ ماموگرامی، هم از لحاظ بعضی ها ممکنه اولتراساوند، اینها رو احتیاج داشته باشن و مرتب به صورت سالیانه باید انجام بشه. آقایون بحث پروستات و آزمایش های مربوط به پروستات باید انجام بشه. حتی سرطان بیضه در آقایان خیلی مطرح هست، از پسر 14-15 ساله دیگه باید بحث سرطان بیضه با دست حس بشه و پزشک به خود تینیجر و نوجوان یاد میده که چگونه با دست میتونه بیضه رو لمس بکنه و ببینه اگر غده ای اونجا وجود داره یا برآمدگی هست که نبوده قبلا. اینها نکاتی است که خب انسان باید واقعا به اون سلامتی خودش توجه بکنه و براش اهمیت داشته باشه. حالا نوع غذایی که میخوریم، خدای نکرده اگر سیگار میکشیم، اگر الکل مصرف زیاد میکنیم، مواد مخدر، اینها واقعا نکاتی است که قراره که یک انسانی بتونه سالم زندگی بکنه، کنار خانوادهش باشه، با همسر و فرزندانش باشه. بحث آپاندیس هم متاسفانه خب واقعا یه بحثی است که از قدیم مطرح بود و این دل دردها رو نمیشه ساده نگاه کرد، نمیشه از کنارش خیلی راحت گذر کرد. دردهای نعمت هستند، درد یه چیز خوبیه، درد داره از یک مشکلی صحبت میکنه و اونجا مشکل هست. بسیاری از سرطان ها اوائلش درد ندارن، برای همین مرگبار میشن، یعنی به تو به آخرین حد که میرسن تازه درد شروع میشه، و بعد وقتی ما میریم و میبینیم حالا این درد چیه، میفهمیم بله سرطان بوده و به استیج 4 رسیده. برای همین در بحث سرطان حتما باید از قبل اون پیشگیری ها بشه و بعد قربالگری ها بشه، اسکرینینگ بشه، و اگر هم دردی یه جایی وجود داره حتما بهش رسیدگی کرد. حالا با بیمه هایی که وجود داره باید حتما اینها رو پیگیری کرد و به راحتی از کنارش نگذشت. به هر حال پزشکان، پرستاران، پرکتیشنر نرس ها، اینها همه هستن برای اینکه به اینجور مسائل بخوان رسیدگی بکنن. گاهی وقتا حتی برخی از داروخانه ها یک کلینیک کوچیکی دارن، ارجنت کیر ها هستن که الان تو هر منطقه ای، تو هر محله ای میبینیم یه ارجنت کیری هستش که اونجا یه دکتر تمام وقت وجود داره که میشه رفت و کمک گرفت. اینها رو به نظر من واقعا جدی گرفت، و ما الان دیگه در دنیای زندگی میکنیم که انسان میتونه تا 90 سالگی و 100 سالگی زندگی بکنه و زندگی خوبی هم داشته باشه.
تغذیه سالم داشتن، استرس نداشتن، سیگار و الکل رو کنار گذاشتن. البته اینا همه واقعا به مثبت اندیشی هم برمیگرده. یکی از نکاتی که من اینجا یادداشت کردم همین بحث سلامت جسمه و خیلی دور از بحثمون نیستی. مطالبی که من یادداشت کردم یکیش بحث سلامت جسمه که حالا با این مقدمه شروع میکنیم، با از دست دادن جوان شروع میکنیم و اینکه ما نمیخوایم واقعا جوان هامون از دست بدیم. یک انسان اونقدر براش زحمت کشیده شده از وقتی که به دنیا اومده، پدر و مادرش کنار او بودن، به او عشق دادن، محبت دادن، او رو بزرگ کردن، مدرسه و درس و نمیدونم مسائل مختلف چقدر عشق و محبت کنارش بوده تا به اون 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی رسیده و قرار نیست این انسان زود از دنیا بره. اگر میشد یه جوری پیشگیری کرد و مراقبت کرد. اینها یه اطلاعات عمومی است. واقعا من فکر میکنم که اون جوون از دنیا رفته روحش میتونه شاد باشه اگه دو جوون دیگری اینگونه از دنیا نرن، دو جوون دیگری با پیگیری های پزشکی، با اسکرینینگ های سالیانه اگر مشکلی در بدنشون وجود داره پیدا بشه، به موقع پیدا بشه و رسیدگی بشه. و سرطان پستان در خانم ها، سرطان پروستات و بیضه در آقایون بسیار شایعه و باید حتما با غربالگری ها پیشگیری بشه. این هم به قول معروف یه مقدمه ای بود، اینه که سلامت جسم رو باید جدی گرفت و به راحتی از کنارش نگذریم. فکر نکنیم حالا یه دردی خودش خوب میشه، یا بعضی اصلا میترسن برن پزشک، برن آزمایشگاه، میگن حالا اگه یه چیزی باشه چی کار کنم، حالا اگه یه چیزی بود من میترسم که بفهمم و به خاطر همین خب نمیرن، آزمایش ها رو انجام نمیدن و این واقعا کار غلط و اشتباهیه. برای خودمون قرار بذاریم قبل از تولدمون، بعد از تولدمون، هر سال با پزشکمون، پزشک عمومی قرار داشته باشیم، آزمایش های خون رو بدیم، غربالگری های لازم رو بدیم و این رو یه قولی به خودمون و خانوادهمون بدیم که باید این کار رو انجام بدیم. البته تو پرانتز بگیم که این شاران عزیز ما بادی بیلدر بود، یعنی بدنسازی کار میکرد، هم تو ایران هم تو آمریکا مدال آورده بود، اصلا دور الکل و مواد مخدر و خطی که اصلا نبود، تو این خطا نبود، تغذیه سالم داشت. ولی نمیدونم آیا واقعا به قول شما حتی کسانی که ورزش میکنن سالمن اونا هم با برن چکاپ کنن سالیانه؟ 100%. دلیل نشه شما ورزش میکنم سالم، ممکن تو بدن خدا نکرده چیزی باشه. 100%. همینطوره، همینطوره. اتفاقا اونی که ورزش میکنه بیشتر باید بره، بیشتر باید مراقبت بکنه، برای اینکه خب در ظاهر ممکنه همه چیز خیلی خوب و درست به نظر بیاد ولی در باطن، در درون مسائل و مشکلاتی باشه که اونها باید درست بشه، اونها باید تنظیم بشه. اشکالی نداره ما سالی یه بار بریم دکتر، یا آزمایش خون میدیم، حالا چیزایی که لازمه به اندازه سنی که هست. میگم از 45 سالگی خیلی الان تاکید میشه که حتما کولونوسکوپی و بررسی روده باید انجام بشه. اینها رو باید جدی گرفت. حالا ورزشکار هستیم چقدر خوب، جوان هستیم چقدر خوب، ولی دلیل نمیشه که این آزمایش ها رو نکنیم. از بچه های کوچیک هر سال میرن و انوال چکاپ دارن، یعنی بچه 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 15 ساله هر سال باید چکاپ بشه، واکسناش تنظیم باشه، واکسنا رو بگیره، کاریست که باید انجام بشه. از بچه های 9 ساله، 10 ساله باید آزمایش خون بشن، این آزمایش خون باید بدن و خونشون بررسی بشه. اینه که خب اون ورزشکاری هم خیلی خوبه، خیلی عالیه، جوان بودن هم خیلی عالیه، ولی باز هم اون نظارت های پزشکی خیلی خوبه که انجام بشه برای همه. حالا واقعا اینها باید یه درسی باشه برای همه ما. خیلی خوب. حالا ما داریم در مورد مثبت اندیشی صحبت میکنه، ولی این همی شما گفتین چکاپ کردن خودش اینو پازیتیو بودنه و این خوشخیالی بکنم 100% فرق میکنه. آقا من خوشخیالم، هیچ خبر نمیشه، سالمم. اینو میخوام همون اول یه فرقی بین این دوتا بذاریم، چون بعضی هم موافق این پازیتیو بودن و مثبت اندیشی رو باور ندارن متاسفانه بعضی ها دکتر جان، ولی خیلی قدرتمنده به نظر من. بله ببینید، ما خب بله ساده لوحی یا بیخیالی
اینها یعنی که ما اون کارهای واجب زندگیمون رو انجام ندیم. کار واجب زندگیمون ورزش، کار، خلاقیت، معاشرت، حالا اونایی که دوست دارن ممکنه ازدواج، بچه دار شدن، برای اونایی که باز علاقه دارن تحصیل، آموختن، آموزش دادن، اینها فعالیت های همه من و شما هاست که ما هم دیگه انجام میدیم و این خیلی فرق میکنه با اون مثبت اندیشی که ما بخوایم بگیم خب من این کارا رو نکنم، من از صبح تا شب بشینم پای تلویزیون و آدم مثبتی هستم و خدا همه چیز رو درست میکنه، همه چیز سر جاش قرار میگیره. نه، به هیچ وجه این خبرها نیستش. بحث مثبت اندیشی یعنی من به جای نگرانی، استرس، اضطراب، منفی بافی، حالا من یه سری اینجا 4-5 تا چیزی نوشتم که ما اگه بخوایم خلاف مثبت اندیشی رو بگیم و بگیم آدم منفی، آدم منفی ویژگیاش اینه، آدمیه که غرغر میکنه. دیدید بعضی از آدما رو که باشون سلام علیک میکنی شروع میکنن غر زدن، غرغر کردن، سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، نمیدونم پولم کمه، نمیدونم کارم خوب نیست، هوا گرمه، نمیدونم چقدر گرونی شده، همه اینا شروع میکنه به غرغر کردن. دیگه اصلا آدم بیزار میشه که از این که به این آدم سلام کرد. میگفت من از اون بغل خودم سرم میخوردم پایین میرفتم راحت تر بودم تو با یه آدم منفیگرایی که دائم داره غر میزنه. یکی از ویژگی های آدم منفیگرا غر زدنه، غرغر کردنه و اینی که از عالم و آدم شکایت داره. ربای بفرم خیلی قشنگ. من دوستانم مثلا 30 سال پیش که ازدواج میخواستن بکنن از لس آنجلس و از ربای و از جامعه ایراد میگرفتن، الانم بعد از 30 سال بازم میگن آره شما اون دوره راحت بودیم، ما فکر کنم مثلا دوره دایناسور بودیم، الان سخت شده. آدمایی هستن که هیچ وقت عوض نمیشه، چه دوره انقلاب باشه، بعد انقلاب باشه، بقول شما کووید، بعد کووید، اینا همیشه غر میزنن، همیشه کامپلین میکنن، همه گله دارن، ازدواج دیگه نمیشه کرد، بیزینس داونتاون دیگه مرده، یعنی همیشه آیه یأس میکنن اینا. یعنی با این آدما، با این آدما رفت آمد بکنی اصلا از زندگی بیزار میشی، اصلا فکر میکنی دیگه آخر دنیا شده، دیگه به آخرین حد بدی رسیده. نکته دوم بعد از غرغر کردن همین ناراضی بودنه، یعنی رضایت ندارن، رضایت شغلی ندارن، رضایت خانوادگی ندارن، رضایت مالی ندارن، رضایت دوستی ندارن، یعنی از هیچ چیزی رضایت و خوشنودی و خوشحالی ندارن. همه چیز اونها رو داره اذیت میکنه، یعنی در ازدواجش، در معاشرتش، در شغلش، همه چیز این نارضایتی رو داره براش انجام میده. گله مندی، از همه گله دارن، اینی که چرا به من دیر زنگ میزنی، اینی که نمیدونم چرا فلان چیز رو خواستم به من ندادی، چرا اونجا $50 ازت خواستم به من ندادی، اونجا ازت درخواست فلان کردم، همش گله. من دعوت نکردی، منو جای عقب مجلس نشوندی، چرا اون جلو نشستوندی، اونجایی که عروسیه، اونجایی که مهمونیه، اونجایی که بر میتواه، چرا من صندلی که به من دادی صندلی عقب، یعنی گله داره. هیچ وقت نمیگه به بچه مهمونی قشنگی بود، چقدر خوش گذشت، چقدر همه چی عالی بود، حتما نگاه میکنه میگه آره جای بدی به ما داده بودن، چرا با ما این کارو کردن، چرا در حق ما یه همچین چیزی رو روا داشتن. اینجور آدمای منفی نگر گله مندن، کینه به دل، یعنی وای به این که یه اتفاقی بیفته، یه جایی، یه کسی، یه چیزی، یه اتفاق بدی خلاف نظر اونها بشه، این کینه دیگه تو دل اینها میمونه و این کینه هست که اون منفی بودن رو براشون همینجور به وجود میاره و این کینه داره اونها رو خورد میکنه، میشکنه. دائم به فکر این هستن که من باید انتقام بگیرم، من باید یه کاری بکنم. آدم منفی، کسی که منفی نگره و منفی گرایی مکتبشه، آدمی است که دنبال چیزایی میگرده که ازش گله بکنه، ناراضی باشه، غر بزنه و کینه به دل بگیره. این ویژگی هایی بود که گفتیم حالا در تعریف منفی نگر اینها رو بگیم. خب طبیعتا آدم مثبت نگر این کارا رو نمیکنه، غر نمیزنه، وقتی میبینیش حالتو خوب میکنه، میگه، میخنده، میگه چقدر خوشتیپ شدی، چقدر این پیرن این رنگی بهت میاد، چقدر موهاتو کوتاه کردی، قشنگ شدی، چقدر نمیدونم
موفقی، چقدر تو کارت خوبه، دیدم شنیدم که کارت موفقه. این آدم مثبته، یعنی وقتی شما رو میبینه مثبتهات رو، خوبیهات رو، نمیگیم حالا داره چاپلوسی میکنه، بحث چاپلوسی بحث اینه که یه نفر یه چیزی که وجود نداره رو داره میگه. من میگم ما در مورد اون فرد اگه یه کسی رو داریم میبینیم، چیزی که وجود داره، چیزی که خوبه، چیزی که داریم واقعا توش خوبی میبینیم، اونها رو بگیم. بعضی ها رو میبینیم میگه آخ چقدر شکسته شدی، آخ آخ موهاتم که همه سفید شده دکتر، حتما زندگی خیلی سخت میگذره بهت. اینجوری مثلا برمیگرده به آدم میگه. آدم مثبت بین آدمی است که واقعا با دوستانش میتونه دوستی های خوب داشته باشه، معاشرت خوب داره، رضایت از زندگی داره، میبینیم که واقعا پاپیولاره، دوستش دارن، مردم میخوان باهاش دوستی بکنن، تنها نیست، منزوی نیست. این هم یه سری حالا ویژگی های آدم مثبت نگر. بعد یه لیستی هم درست کردم که افکار منفی به ما چه میکنه، افکار مثبت به ما چه میکنه. و اینها رو با هم دیگه مقایسه کردم. حالا یه 4-5 تا مورده که اینها رو هم خواهم گفت. رب باید بفرمایید. از باشه من این سآل رو در حال فعلا که اینجا هستیم بریم سر بحث بعدی. آیا دلیلی هم وجود داره از لحاظ علمی یا روانشناسی چرا بعضی ها منفیگرا هن، چرا بعضی ها مثبتگرا؟ آیا اینا مادرزاد اینجوری به دنیا اومدن یا اینا کسبش کردن؟ بله ببینید، اصولا ما آدم ها تحت سه عامل اصلی تغییر میکنیم و اون چیزی که هستیم میشیم. و من این سه عامل رو واقعا در همه موارد روان میبینم نقشش رو. یکی بحث ژنتیک ماست که اصولا از لحاظ ژنتیکی ما یه نقشی داریم که اون نقشه یه جایی خودش رو نشون خواهد داد. در بحث منفی نگری ما ژنتیک رو اگه بخوایم نگاه بکنیم میتونیم بگیم آدم‌های نگران، آدم‌هایی که به صورت ژنتیکی و ارثی آدم نگرانی هستن، خب اون منفیه، خطره، وحشته، تهدیده، اونها رو بیشتر اذیت میکنه غالبه بر اون افراد. یعنی بر اساس ژنتیک مغز اونها طوریست که دائم میخواد اونها رو از یک تهدیدی، از یک خطری دور نگه داره. در نتیجه اگر یه جایی شکستی، ناراحتی، دلخوری باشه، برای اون گونه افراد اون خیلی پررنگ تره، اون خیلی جدی تره، خیلی بولد به نظرش میاد. برای اینکه نگرانی و استراب داره، او رو میخواد از اون خطره دور نگه داره. پس همیشه چشش به دنبال چیزیست که خطر میتونه باشه، تهدید میتونه باشه، نامنظمی میتونه باشه. یعنی ما اگر نظم رو ببینیم و نامنظمی رو ببینیم که باز به نظر من هر دوش همون نظمه، ولی برای آدمهای نگران و مضطرب و منفی نگر ژنتیکی اون بی‌نظمی هاست که او رو دلخور میکنه، نگران میکنه، مشوش میکنه و تبدیل میشه به موضوع اصلی فکری او. مورد دوم بحث پدر و مادر و نزدیکانی است که در یک خانواده وجود دارن و فرزندان از دوران کودکی از اینها یاد میگیرن. کسانی که انتقاد میکنن، کسانی که شکایت زیاد میکنن، پدر مادرهایی که شکایت میکنن، پشت سر دیگران غیبت میکنن، از همین مهمانی ها و دور همی ها و عروسی ها دائم در حال شکایت کردنن، اطرافیان که کودک و نوجوانی باشه که تو اون خونه داره یاد میگیره، همین رفتار رو یاد میگیره به عنوان یک خصلتی که من برای سوروایور خودم باید این گونه باشم، باید این طور رفتار کنم، باید این طور فکر بکنم. این هم عامل یاد گرفتنی است که از پدر و مادر و نزدیکترین ها یاد میگیریم. مورد سوم که محیط هست، محیط هم بحث اجتماع، جامعه است، دوستان، رسانه هاست که یک سری اطلاعات و مطالب و ویژگی ها رو به انسان ها میخورانند. پس من انسان امروز تحت این سه عامل ژنتیک، رفتار پدر و مادر و نزدیکانی که از کودکی و نوجوانی همراه من بودن، و محیط، انوایرومنتی که دوستان و رسانه ها و اجتماع هست، این جور مسائل رو میآموزم و یاد میگیرم. برای همینه که ببینید ما مثلا میگیم که ما ایرانی ها اصولا غر میزنیم، اصولا ناراضی هستیم،
نمیدونم زمان شاه ناراضی بودیم که چرا شاه اینطور چرا شاه اونطور، زمان بعد از انقلاب چرا اینطور چرا اونطور، بعد از اونم حالا باز خواهد بود چرا اینطور چرا اونطور. همیشه این نارضایتی است که اتفاق میفته. شاید مردم ژاپن میگن آقا ما آستینامون رو بالا میزنیم ببینیم چیکار باید بکنیم، ما وارد گود بشیم و بسازیم و درست کنیم و خرابی ها رو بسازیم، منتظر نیستیم یه نفر دیگه از یه جا دیگه بیاد اینا رو بسازه. حالا این حکومت ایران هم که امروز داره چه میکنه و چه میکنه، از کره مریخ که نیومده، از همون جماعتی است که در ایران نون اونجا رو خورده، آب اونجا رو خورده و الان حالا داره این خرابکاریایی که الان داره میکنه رو میکنه. حالا وارد بحث سیاسی نشیم، اما این هاست که فرد منفیگرا یا ژنتیک که نگرانی و استرابه، یا یاد گرفتن از پدر و مادر که قرقر میکنه و نارضایتیه، یا بحث اجتماع و یه فرهنگ اجتماعی است که به او میگه که شما باید غر بزنی، شما باید ناراضی باشی. اصلا میدونی چیه؟ بعضی اصلا این باور رو دارن، برای اینکه چشم نخوری ناراضی باش، غر بزن. هیچ موقع نگی خوشی یا خدایاری ها رو نگی یا، برای اینکه چشت میزنن. همیشه غر بزن، همیشه شکایت بکن، همیشه بگو ندارم و اینجوری چش نمیخوری، ولی اگر بگی یه چیز خوبی من دارم یا یه کار خوبی کردم چشت میزنن. این هم باز ببین یه ریشه فرهنگی داره که یاد میدیم به بچه هامون که اینگونه باید بود. ربای بفرم سوال خوبه. نه تو درسته، تو یه دانتان وقتی میری مثلا بعضی از ربایا میان پول جمع کنن برای کارهای خیریه. خب میدونم یکی از واقعا کسانی که به ما بارها اینجا صحبت کردن، ربای میخوایل تو اتریش به ما رسید تو اروپا، یه جوانی که از ایران اومده نمیدونستن چپ و راست چیه، ممکنه گم بشه و اصلا از راه به در بره، غذای مجانی، اتاق مجانی. خب هم احتیاج به کمک داره، جوانیش گذاشت برای ما، میاد تو دانتان همه میلیونرها بره پول جمع کنه. حالا همه نه، خیلی ها. این خودش داره من امروز هم با من صحبت کرد از اتریش، آقا وضع خرابه، وضع خراب میشه هر کی ما خب طرف میلیونر میگه وضع خرابه، میلیون میگه وضع خرابه، اون بیچاره میگه وضع خرابه. خب میگه این تو ذات ایرانی ها هست متاسفانه، حرف شما خیلی قشنگه. بخوان چشم نخورن یا نیان بخوان پولشون رو بگیرن، باید منفی بگن که اینجا ولی خب اینم یانو بیماریه، ولی دودش تو چشم به قول شما بچه ها میره، اینا هم یاد میگیرن، نسل آینده هم این گونه نگران بار میاد. بله این سوال خیلی خوبی بود، این دلیل خیلی مهمه که چرا اصولا این اتفاق میفته و باید این رو ریشه ای نگاه کرد که ما اینو به فرزندانمون منتقل نکنیم. اما اون دو تا لیستی که گفتم، افکار منفی، افکار مثبت، اینها رو میگم و در نهایت هم به یه سری مسائل درمانی یا راهکاری اشاره خواهیم کرد و انشاءالله دیگه بعد بحثمون رو جمع میکنیم. میگیم اگر افکار منفی باشه، یعنی فردی که نیمه خالی لیوان رو نگاه میکنه، وقتی یه لیوانی میدی دستش که نصفش آبه نصفش خالیه، میگه آخ 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 این لیوان خالی رو برای من برداشتی آوردی که، یا من اینو بخورم یا نگاش بکنم این که چیزی توش نیست. ولی اون آدم مثبت نگر نگاه میکنه میبینه بله این نصفش آبه و میگه دست درد نکنه، این آبو به من دادی، من این آبم میخورم، براخاشم میگم، تشکرم ازت میکنم و میبینی مثبت 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 میره جلو. پس همین مثال نیمه خالی لیوان یا نیمه پر لیوان رو نگاه کردن، بحث همین فکر منفی و مثبت ماست که ما از یک واقعه، از یک اتفاق، از یک چیزی که وجود داره چه تفسیری میتونیم بکنیم، چگونه میتونیم نگاهش بکنیم، آیا منفیش رو ببینیم یا مثبتش رو ببینیم، آیا بگیم این خوبیهایی رو که این داره یا فقط روی اون منفیها و بدیهاش بخوایم تمرکز بکنیم. یعنی این تفاوتی است که داریم الان در موردش صحبت میکنیم، افکار منفی و افکار مثبت دقیقا این هاست. اما افکار منفی استرس، اضطراب و افسردگی میارن. اصولا یکی از دلایل ریشه‌ای این بیماری اضطراب و افسردگی همین منفی نگاه کردن است. اینی که ما احساس میکنیم بدبختیم، بیچاره ایم، نداریم، به جای نرسیدیم، امیدی نداریم، انگیزه ای نداریم، خب این که گرونیه، اون که نمیدونم کمکاریه، اون که کوچیکه، اون که محله بدیه، اون که نمیدونم شوهر بدیه، اون که زن بدیه، این که بچه درس نخونیه، نمیدونم همه اینها رو که کنار هم میذاریم فکر میکنید چه حس و حالی پیدا میکنیم؟ افسردگی، غم، غصه.
استراب آینده، عدم اطمینان از آینده، یعنی منفی نگاه کردن به پیرامون خودمون، داشته ها و نداشته های خودمون، اگر منفی باشه ما رو نگران و مضطرب و افسرده میکنه. نگرانی و افسردگی دست تو دست همن، دو روی یک سکه هستن که به هم دیگه تبدیل میشن. نگرانی و استراب یعنی عدم اطمینان، یعنی ترس غیر واقعی، یعنی شاید اما اگر. افسردگی یعنی انرژی نداشتن، خوشحال نبودن، لذت نبردن، به خود نرسیدن، انگیزه نداشتن، امیدوار نبودن. و همه اینها میتونه به دلیل اینکه اصولا ما آدمهای منفی نگری هستیم به وجود بیاد. در مقابلش خب طبیعتا اگر ما آدم مثبت بینی هستیم که نیمه پر لیوان رو میبینیم، درست خونمون کوچیکه ولی خونه است، ولی اسمش خونه است، سقفی بالای سر منه، درست منشن نیست، درست قلعه نیست، درست نمیدونم حالا تو بیورلی هیلز نیست، ولی یه هومیه که منو تو گرما محافظت میکنه، تو سرما محافظت میکنه، تو بارون محافظت میکنه، جاییه که میتونم با خانوادم بگم و بخندم و احساس امنیت داشته باشم. نه بزرگ نیست، 10 تا اتاق خواب نداره، 5 تا دستشویی نداره، اینا رو نداره، ولی یه دونه اتاق داره، 2 تا اتاق داره، یه جای امنیست که میتونم توش احساس امنیت و آرامش بکنم. خب ببین، آدم مثبت نگری که این گونه نگاه میکنه احساس آرامش پیدا میکنه، احساس امنیت و اطمینان پیدا میکنه، به جای اون نگرانی و افسردگی آرامش و اطمینان و امنیت در او به وجود میاد و رشد میکنه. این نکته بسیار مهمی است که مقایسه فکر مثبت و فکر منفی حتی در حد بیماری و مریضی نگرانی و افسردگی میتونه افراد رو ببره. رب باید بفرمایید. واقعا یک مبحثی که الان هر کسی بهش احتیاج دارن بدونه، مثلا بیزینسمن ها این دنیای خروشان و همه رو تم یک ایتاخون به عبری بهش میگن، تراست به انگلیسی یا توکل، همه شما خیلی قشنگ گفته، اطمینان خاطر. این پایه و ریشهش همین مثبت بینیه، یعنی کسی که مثبت فکر میکنه و پازیتیو تینکینگ داره، این بیتاخون و توکل به خداش قوی تره. چرا؟ ما همه فکر میکنیم که مثلا عمل قدرت داره، دست پا داره، یا مثلا دهان، انسان قدرت داره که داره میتونه با دهانش یه خانواده رو متلاشی کنه یا یه خانواده رو چیکار کنه، خود نگه به هم نزدیک کنه. ولی خیلی ها نمیدونن که فکرم همانند عمل و قدرت دهان قدرت داره. فکر، آره، ما مثال ساده کودکستانش رو میزنم، شما حتما دکتر میتونید مثال دانشگاهیش بزنید. مثلا ما مدرسه که میرفتیم، حالا نمیدونم دوستان چقدر به این اعتقاد دارن یا نه، ولی خب در عمل وجود داره. ما هر روز هومورک رو میکردیم ولی مثلا یه روز انجام ندادیم، نکنه معلم منو صدا بزنه. همین که من منفی فکر کردم، حالا نمیدونم چه اتفاقی دکتر جان میفته، آقای مثلا ربای ماشه بیه پای تخته یا مثلا تو خیابون دارم میرم، همه چیز رانندگیم رعایت میکنم، یادم ماشین پشت سرم پلیس، هیچ کار اشتباهی نکردم، حالا هول میشم یا هر چی، نکنه پلیس منو بگیره. همین که گفت آژیر میکشه بزن کنار. پس میبینیم که مثبت اندیشی باعث میشه که انسان خیالش راحت باشه. و اینا بگم که پامون باید قرص محکم رو زمین باشه، همون که شما اول فرمودید، خوشبینی یا خیال بافی نیست، پا قرص محکم هست 100% از لحاظ طبیعی. نفع مریض صحبت که کرده، میری دکتر مسئله مالی داری، بهترین وکیل و مشاور اینا رو میگیری، ولی همزمان توکل به خدا داری، آرامش خاطر داری، چیزی که الان همه ندارن. خیلی از شب همه خوابشون نمیبره، ولی کسی که بیتاخون تراست توکل به خدا داره از لحاظ فیزیکی 100% کاراش دکتر انجام میده، ولی شب مثل یک بیبی میره راحت میخوابه. شاید فردا بزرگترین کورت دادگاه تو دنیا داشته باشه، ولی کاراشو همه رو 100% انجام داده، ولی آرامش خاطرش داره. چرا؟ یعنی که مثبت فکر میکنه و میدونه خداوند نیروی بزرگتری هست که میتونه بهش کمک کنه. این کاری هم نداره که من مذهبی ام، غذای کاشر میخورم، شبات نگه میدارم یا نه. حتی اگر من بیدین خودم باشم، ولی همین که توکل دارم، این خودش اینو عبادته. کار فوق العاده سخته. من فردا کرد دارم ولی راحت میرم مثل یه بیبی بخوابم. مثل که تو کتابا نوشته، یه نفر تو زندانه،
کلیدش دست یه نفره، نمیتونه اینو آزاد کنه، نمیتونه اصلا اینو شکنجهش بدن، دست یه نفر دیگه از تمام این مسائل. بنابراین کسی که مثبت فکر میکنه، این پایه فاندیشن توکل به خدا است، اگر به خدا اعتقاد دارن که باید داشته باشیم، اون به انسان اطمینان خاطر میده. بنابراین همه ما دنبال آرامش هستیم، همه دنبال هستیم که استرس نداشته باشیم. پس اگر مثبت فکر کنیم و توکل به خدا، نیروی ماورای خودمون داشته باشیم و 100% از راز طبیعی هم کار خودمون انجام بدیم، حتی اگر فردا عمل بزرگ دارم، فردا گفتیم کورتم دارم، راحت مثل یه بیبی میتونم بخوابم. این خودش یه ادوانتیج فوق‌العاده بزرگیه. بله، بسیار بسیار خوب گفتید. و این حالا این فکر منفی و منفی بافی ها به واسطه استرسی که به انسان میده میتونه او رو در خطر بیماری های جسمی هم قرار بده. آدم های منفی نگر آدم هایی هم که به دلیل ترسی که از جواب آزمایش دارن اصلا آزمایش ها رو نمیرن بدن. یعنی من واقعا توی کار روان درمانی بسیار دیدم افرادی رو که نمیرن آزمایش های پزشکی خودشون رو نمیرن، برای اینکه از جوابش میترسن، برای اینکه اوردی پیش خودشون فکر میکنن جوابش یه جواب منفیه، یه جواب بده و من چون نمیتونم تحمل بکنم اصلا نمیرم این کارو بکنم. یعنی این گونه نگاه کردن سلامت جسم اونها رو به خطر میندازه. وقتی استرسشون بالا میره، اون نگرانی و افسردگی به وجود میاد، سلامت جسم رو به خطر میندازه. اما افکار مثبت، افراد با افکار مثبت، افرادی هستن که سلامت جسم هم دارن، برای اینکه به قول فرمایش شما شب راحت میتونه بخوابه، بیخوابی نمیکشه، استرس نداره، آزمایش های پزشکیش هم به موقع انجام میده و اون سلامت جسم خودش رو تضمین میکنه. پس این مثبت فکر کردن روی جسم هم این تاثیر رو داره. تمرکز و توجه، آدمایی که منفی نگر هستن و این نگرانی و استراب باعث میشه که به مسائل مختلف به صورت منفی و بدش و بیش از حد و بیش از اندازه فکر بکنن، تمرکز و توجهشون رو از دست میدن. و خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن و میگن من کمبود توجه و تمرکز یا ADD و ADHD دارم، میبینیم که اصلا اینها نگرانی و استراب دارن، نه ADD و ADHD. یعنی اون نگرانی فکریه و اینکه بعد چیزهای مختلف در آن واحد میخواد فکر بکنه و مشکلات رو حل بکنه و منفی هم نگاه میکنه و بدترین ها کاتاستروفایزینگ، یعنی فاجعه سازی میکنه. آدم منفی نگر آدمی است که از هر چیزی یک فاجعه میسازه. اون چیز کوچیک به نظرش نمیاد، اون رو مگنیفای میکنه، بزرگش میکنه و در نتیجه این باعث میشه که اون توجه و تمرکز رو از دست بده. یعنی بی توجهی و بدون تمرکز بودن در کارها و فراموش کردن، میره مثلا تو آشپزخونه یادش میره که برای چی رفته تو آشپزخونه، برای چی نمیدونم چی کار کرده، این کلیدو کجا گذاشته، برای اینه که این توجه و تمرکز رو نداره، برای این که اصولا آدم نگرانی است، برای این که همه چیز رو به صورت منفی و بد نگاه میکنه و بعد تازه فکر میکنه حالا این کلید من کی آمده برده، یه نفر آمده تو خونه و اینو جابجا کرده که منو اذیت بکنه، اینو آمده از اینجا تکون داده، اونو برده. یعنی نگاه میکنیم مثلا یه فکرهای عجیب و غریب پرانویای منفی در افراد باعث میشه که توجه و تمرکزشون رو از دست بدن، در حالی که فردی که مثبت نگاه میکنه دست و پاچه نمیشه، دست و پاشو گم نمیکنه. آدمی است که میتونه با تمرکز کارش رو انجام بده. اگه یه چیزی هم گم کرده هول نمیشه، فکرش رو به کار میگیره، برمیگرده عقب ببینه خب من از در که آمدم، کلیدو که انداختم، در رو باز کردم، برای اولین بار کجا رفتم؟ رفتم دستامو شستم، رفتم زیر گازو خاموش کردم، رفتم کتمو تو کمد آویزون کردم، کجا رفتم که این کلیده رو با خودم بردم؟ یعنی با تو معنینه فکر میکنه قدم به قدم و اون چیزی رو که مثلا گم کرده پیدا میکنه. آدم مثبت بین اینطوریه. آدم منفی گرا میگه من آلزایمر گرفتم، من دیگه حافظم از بین رفته، یه نفر اینجاست که داره من اذیت میکنه و میره سراغ یه چیزای غلط و اشتباهی که حالا دیگه تمرکز و توجهش رو از دست میده. پس میبینیم که افکاری که منفی هستن ما رو از توجه و تمرکز باز میدارن. ربای بفرمایید. با دکتر پیمان رافی هستیم. شماره تلفن اینجا خوب هر از گاهی دوستان داشته باشن 319-893-0104.
310-893-0104. واقعا فکر کنم احتیاج به یک روانشناس داریم. دوستان خیلی وقتا مثلا توجه و تمرکز ندارن، ممکن یه دکتر برن ببندنشون اینا رو به قرص، در حالی که ممکن عامل این به قول شما یک منفی‌گرایی است. اگر این درست بشه شاید دکتر اونم درست بشه، درست یعنی همینطوره، واقعا همینطوره. ببینید اول اینکه خیلی پدر مادرها در مورد بچهای کوچیکشون با من تماس میگیرن و میگن ما این تستو میخوایم، اون تستو میخوایم، میخوایم ببینیم ADD ADHD. بعد میگم آخه چی مسئله مشکل چیه و آیا مدرسه مثلا مشکل داره با بچه شما؟ میگن نه، ولی من احساس میکنم حواسش پرته. میگم خب مثلا یه بچه، یه پسر بچه یه شما بگو 7 ساله 8 ساله قراره حواسش جمع باشه، قراره بشینه به حرف شما تا نکته آخرش گوش بکنه، میخواد بازی گوشی میکنه، میخواد شیطنت بکنه، چرا منتظرید که یه لیبل بهش بزنید و بعدم ببریدش فلان جا فلان تست های برین مپینگ رو بکنن ازش و بعدم دارو بخوان بدن و بعدم 200 جلسه بخوان برین نورو فیدبک بگیرید؟ یه خورده عقلتون رو به کار بندازید. ببینید بابا این بچه خب یه بچه بازیگوشه، یه بچه شیطونه، ببریدش فوتبال، ببریدش بسکتبال، ببریدش کارهای فیزیکی و اکتیویتی باش انجام بدید تو خونه، معلومه که خب دائم میخواد یا با شما ور بره یا میخواد تلویزیون تماشا بکنه یا میخواد گیم بازی بکنه. بحث بزرگترهام باز همینه، اول ما باید اون نگرانی و استراب رو به قول ما رول اوت بکنیم، بگیم آیا این کمبود توجه و تمرکز نگرانی و استرابه که در فرد باعث میشه به چند تا موضوع مختلف در آن واحد فکر بکنه و 4-5 تاش یادش بره و فراموش بکنه و تمرکز نداشته باشه. نریم سراغ فوری ADD و ADHD و قرص‌های اعتیاد آور مثلا ریتالین که به افراد میدن و شدیداً اعتیاد میاره. من نمیگم اگر لازم باشه، اگر پزشک تجویز بکنه، اگر با انجام کارهای درست پیش بره و به اون نتیجه برسن که اون دارو لازمه، اون مسئله نیست، باید انجام بشه، ولی اول ما مراحل رو باید پیش ببریم. بله، خودشون تلاش نمی کنن، هر روز میگن خوش با حاله. آفرین. آره، من این رو هم خیلی برخورد کردم. خانم تربتی درست میگه، خیلی برخورد کردم. خیلی به من میگن دکتر خوش به حاله، تو زندگیت خیلی خوبه، تو خیلی خوشحالی، تو خیلی. میگم اولا شما که تو زندگی من نیستی، نمیدونی هست نیست، خوبه بده، اینا که دلیل نمیشه. دوما حالا من اگر تلاشی میکنم، شما هم تلاشی بکنی، خب شما میتونی، شما میشه. خیلی از چیزایی که ما داریم میگیم واقعا من خودم انجامش میدم و میگم اگر برید به آزمایش، من شاید همین امسال 2022 تا حالا 3 دفعه آزمایش دادم، 3 دفعه آزمایش خون دادم و خب آدم خودش هم این کارو میکنه. به قول خانم تربتی، شما هم باید این کارو بکنی که نگی خوش به حالت. ناامیدی، آدم هایی که فکر منفی دارن آدم هایی هستن که ناامیدن. طبیعی هم هست، شما وقتی همه چیز رو بد میبینی، خراب میبینی، گرون میبینی، ناکافی میبینی، ناکامل میبینی، دیگه امیدی نمیمونه تو کار که معلومه که ناامیدی میاد. ناامیدی یعنی چی؟ ناامیدی یعنی من امیدوار به تغییر و بهتر شدن نیستم. خب بله، وقتی من این ور نگاه میکنم میبینم بدبختم، اون ور نگاه میکنم میبینم کم دارم، این ور نگاه میکنم میبینم تنهام، این ور نگاه میکنم میبینم گرونیه، اون ور میبینم بنزین گرون شده، نمیدونم گروشری گرون شده، چیزهای مختلف اتفاق افتاده، خب این یعنی همش منفی و منفی و منفی. من باور بکنید اگر یه روزی برم بنزین بزنم، تو همین روزایی که داریم بنزین میزنیم، بعد ببینم مثلا تا دیروز میدادم 75 دلار الان شده 72 دلار، 3 دلار کمتر شده، خوشحالم. میام تو ماشین بچه‌ها میگم بچه‌ها بنزین ارزون شد. میگن چطور؟ میگم خب من دفعه پیش 75 دلار زدم، الان 72 دلار زدم. یعنی این یعنی مثبت نگاه کردن. شما اون بنزینه رو داری میدی، اون پولا رو هم داری میدی، خب بذار روحیه خودت و روحیه اطرافیانت و خانوادت بهتر بشه، نه یا دوباره تو ماشین بشین بگو وای این بنزین چقدر گرونه. خب این منفی نگاه کردن دائم ناامیدی میاره، در حالی که ما وقتی مثبت ها رو میبینیم، تغییرات خوب رو میبینیم، تغییرات کوچیک رو میبینیم، برای خودمون ارزش میدیم و اون رو مثبت میکنیم، اونجاست که امید به تغییر داریم.
امید به این داریم که میتونه بهتر بشه، میتونه تغییر باشه، من میتونم پیشرفت کنم، من میتونم خوشحال باشم، فرزندم همینطور، خواهرم همینطور، پدرم همینطور. و در یک دنیای ناامید و سیاه زندگی نمی کنیم. متاسفانه بسیاری از افرادی که افسرده هستن به خاطر همین منفی نگاه کردن ها یک غار سیاهی برای خودشون به وجود آوردن و توش نشستن که دیگه هیچ امیدی، یعنی ته این تونله هیچ نوری وجود نداره. وقتی این اتفاق میفته یعنی ناامیدی، و ناامیدی هم منشأ افسردگی است. رب باید بفهمم. ما یه کارتون بود کوچیک بودیم، حالا گالیور بود چون من میدونستم یادتونه ما رو میگیرن. اون مثال آدم منفی بین بود دیگه. آره دقیقاً اون آدمی بود که همه چیز رو منفی میدید و همه چیز رو میگو من میدونستم، من گفته بودم، من پیش بینی کرده بودم. و ما داریم تو فامیل نگاه بکنید، این بر اون بر، عمه خاله دایی نمیدونم خواهری برادری، یه کسی رو پیدا میکنیم که دقیقاً این همین شخصیت کارتون نیست که همیشه یه چیزایی رو به صورت منفی. خب بله، اگه ما قرار باشه همه چیزو منفی ببینیم، خب بله یه روزی هم بنزین گرون میشه، یه روزی هم گروشری بالا میره، یه روزی هم تورم بالاست، خب معلوم اتفاق میفته. بله یه روزم در لس آنجلس گرمای زیادی پیش میاد. نمیتونیم بگیم که خب من اینو میدونستم. خب خیلی هنری نکردی شما میدونستی. اگر هنر میخوای بکنی چیزای خوبو بگو، چیزای عالی رو بگو، چیزای خوشحال کننده رو بگو. بگو کجای شهر تفریحه، کجای شهر کنسرته، کجای شهر بزن و برقصه، کجای شهر کار خوب داره اتفاق میفته. همش که در مورد تصادف و دزدی و سرقت و نمیدونم کلاهبرداری و اینا که دیگه نباید بگی. بعضیا رو دیدین تلفن میکنی بهش دائم تمام خبرهای منفی و نمیدونم ناراحت کننده رو پشت سر هم به آدم تحویل میدن و انگار میخواد خودش اینجوری خالی بکنه. خب این هم خودش رو مریض میکنه، هم مخاطبش رو مریض میکنه. یعنی تاکسیکه، سمیه. و باید بفرم من حالا دو تا نکته. یک این که ما همیشه در مورد جوان ها صحبت میکنیم، میخواییم آینده بهتری داشته باشن، آیا این یک رد فلگ هست که وقتی با هم میرن بیرون طرف منفی گرایه یا نه؟ حتما همینطوره. ببینید مسئله اینه که دقیقاً مثلا میرید رستوران غذا بخورید، خب این که غذاش بد بود، این که اینجوری بود، دستمالش اینجوری بود، چاقوش اونطوری بود، گارسونه نمیدونم به من چپ نگاه کرد، اونم که دیر برای من آورد، اصلا اینجا خیلی جای بدی بود. خیلی خوب، حالا اینجا جای بدی بود، میریم یه رستوران دیگه یه جا دیگه قرار میذاریم. اینجا هم قهوهش سرد بود، نمیدونم شیرش کم بود، شکرش رو دور گذاشته بودن، خب اینجا هم ایراد داره. خب اینجا میبینیم یه آدم ایراد بگیره، قرقر بکنه، ناراضی، دقیقا یه آدم منفی نگره. خب اینجا رو میشه در موردش صحبت کرد که فلانی به نظر من تو مسائل رو این مقداری از روی جنبه منفیش نگاه میکنی، کاتاستروفایزش میکنی، تا حالا به این فکر کردی که یه خورده مثبت‌تر، یه خورده سعی بکن ببینیم آدم اون طرف میتونه خودش رو تغییر بده وقتی من اینو دارم بهش میگم، یا جبهه میگیره و عصبانی میشه و فکر میکنه که فقط راه خودشه، فکر خودشه، شیوه خودشه. اونجاست که ما میخوایم یه مقداری اون فلکسیبیلیتی رو امتحان بکنیم، بگیم خیلی خوب این آدم منفی نگری هست، ولی آیا حاضره یه تجدید نظری بکنه؟ آیا حاضره حالا که با هم دیگه میریم یه جایی سعی بکنه اونجا یه انوایرومنت هپی و خوشحالی به وجود بیاد و دائم غر نزنه ناراضی؟ یعنی این چانس رو بهش میدیم. ما قراره یه دوره با هم آشنا بشیم دیگه، این آشنایی هاست که دقیقاً میخوام اینا رو ببینیم که بله اگر این آدم یه منفی نگره ولی من بهش میگم و پیشنهادی میکنم و میخوام کمکش بکنم، حاضر گوش بکنه، حاضر توجه بکنه. ببینید همه اینها به اینی که ما بیاریم اینها رو تو اورننس و آگاهی، یعنی خیلی از ماها خیلی کارا رو میکنیم ولی بهش آگاه نیستیم که داریم میکنیم. برای همینه که من سعی میکنم خیلی مثال بزنم در مورد زندگی های روزمره هممون که این به ما آگاهی بده که اگر من دارم اینجور فکر میکنم، اینجور نگاه میکنم، این اسمش منفی گرایی است، این اسمش خوب زندگی کردن نیست، دقت داشتن نیست،
مهم دیدن نیست، اینها منفی نگری است. برای همین وقتی دو نفرن با هم اگه دیت میرن و میبینن خب خیلی شرایط خوبی وجود داره، چیزای خیلی خوبی به بینشون هست و این نکته ایست که داره اذیتشون میکنه، من معمولا به دوستان پیشنهاد میکنم حرف بزن، یه هدیه بهش بده، این هدیه رو بده شما، حالا اگر گوش کرد و انجام داد چه بهتر، میرید جلو، ولی اگر نکرد و نخواست شما باید تصمیم بگیری که چیکار میخوای بکنی. و این هم یکی از اون نکاتی است که همینطوره، یعنی تک تک اینهایی رو که داریم در موردش صحبت میکنیم در بحث دیت کردن و همسر پیدا کردن و همسر آینده رو شناختن هم میتونه راهکار باشه. یکی دیگه هم بگم در مورد افکار منفی، وقتی ما افکار منفی داریم و منفی نگر هستیم، معنا از زندگیمون دور میشه، ما معنایی تو زندگی نداریم. معنا به معنی پرپس، به معنی هدف. آدم های منفی نگر تنها کاری که میخوان بکنن، میخوان سروایو بکنن، میخوان فقط یه جوری نجات پیدا کنن، انگار یه دشمنی دائم داره بهشون حمله میکنه، اینا میخوان فرار کنن، یعنی همیشه در حال فرارن، همیشه در حال مبارزن، در حال جنگیدنن. ولی آدمی که مثبت نگاه میکنه در حالت تولیده، در حالت ایجاد کردن، معنا داره تو زندگیش، هدف داره تو زندگیش. هدفش این نیستش که بخواد خودش رو حفظ بکنه، از درد و رنج خلاص بکنه، هدفش اینه که سازندگی داشته باشه. افراد منفی نگر افرادی هستن که اون معنا و پرپس تو زندگیشون وجود نداره، هدفشون فقط در رفتن و نجات پیدا کردن و خلاص شدن و آسیب ندیدنه. ولی افراد مثبت نگر افرادی هستند که معنا دارند تو زندگی، میخوان تولید بکنن، میخوان خلاقیت داشته باشن، میخوان خیر داشته باشن، میخوان کمک بکنن، خدمت بکنن. اون معنا رو میبینیم تو افراد مثبت نگر، برای اینکه احساس میکنه ابزارش رو داره، لازم نیست پا به فرار بذاره و خودش رو نجات بده، بلکه میتونه با ابزاری که در دستشه و مثبت هایی رو که تو خودش پیدا کرده، توانمندی هایی رو که پیدا کرده، از اونها استفاده بکنه و به معنا و پرپس برسه. اینه که این هم خیلی مهمه که ما در نظر داشته باشیم، اگر یه جایی احساس میکنیم داریم در جا میزنیم، جلو نمیریم، شاید دلیلش اینه که منفی نگاه میکنیم، شاید دلیلش اینه که افکار منفیمون خیلی بیشتره. اگر شروع بکنیم به مثبت نگاه کردن و توانمندی ها رو دیدن، میتونیم اون معنا و پرپس رو در زندگیمون پیدا بکنیم. خیلی قشنگ. واقعا خیلی مثلا توی باغ که میرن بعضیا گل زیبا رو میبینن، بعضیا دنبال خار و خاشاک میگردن. من این مثال ها خیلی دوست یا وقتی یاد گرفتم بارها تو کنیسه استفاده کردم، شما حتما تو دانشگاه شنیدین که یه نفر استاد میره یه برگه سفید رو میگیره، میگه دوستان اینجا چی میبینه؟ یه نقطه کوچیک سیاه وسط بود. همه گفتن یه نقطه سیاه، یه نقطه سیاه. بعد گفت این همه سفیدی دور تا دورشه، هیچ کس نمیگه این سفید، همه فقط این سیاه رو میبینن. زندگی اینه. من یکی از بهترین فیلم هایی که دیدم، یعنی خیلی منو تکون داد، Life is beautiful. نمیدونم beautiful. من واقعا یکی از بهترین دهنده است. بهترین مووی ها و فیلم های سینمایی این Life is beautiful که بسیار بسیار درس میده، همه جوره. واقعا من I love it. ببینن، اگه دوستان ندیدن این رو حتما ببینن. Life is beautiful. حالا اتفاقا روی همین خیلی هم جدی هم نباشی، اون حالتون خیلی جدیه ولی خب لازمه. فیلم های خنده دارن دکتر، فکر کنم آیا نگاه کنه روحی انسان عوض میکنه، از منفیگری میاد بیرون. مثلا من فیلم دینامیت 5-6 ماشی دیدم، الان 3 بار تا حالا دیدم، از خنده رو دوبار میشین از اول تا آخر. بگم بهترین فیلم ایرانی خنده داره که من دیدم. این روحی انسان عوض میکنه. بعضی همش میخوان همه فیلم های نمیدونم ترسناک و گریه دار و حتی از لحاظ تورا ادویکیشن معلم ها میگن درست نیست که بخوان به بچه ها هر هفته هر روز در مورد هولوکاست و اینا یاد بدن. نه، تاریخ هست، ولی اگه بخوای این تو کله بچه این از اولی بکنه، این حالت منفی میره تو کلش. نمیتونی همه چیزای این گونه سنگین به بچه ها یاد بدی. بعضی وقتا مثلا بر ریلکس یه مقابلی چیز قشنگ. بله، اصلا در همون بحث هولوکاست و اتفاقاتی که افتاده، بسیاری هم داستانهای موفقیت آمیز، سروایو کردن، کمک کردن، یاری رسوندن،
نمیدونم پنهان کردن و نجات دادن، رها کردن، اینا هم توش خیلی زیاده که اتفاقا خیلی از فیلم های داستانی میتونه به این نکته های اون مسائل برگرده و یا در آموزش ها بشه به این نکته ها هم که بله در شرایط بسیار 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 سخت موجود چگونه یک نفر، دو نفر، سه نفر کنار هم بودن، به هم امید دادن، کمک کردن، نجات دادن، دست همو گرفتن. این Life is Beautiful اون پدر رو نشون میده که چگونه داره اون ماجرای سخت رو و اتفاقات بسیار سخت زندگی رو برای فرزندش طوری نشون میده که اون فکر میکنه اینا همه بازیه، اینا نمایشه، اینا سرگرمیه و اون روحیه رو داره حفظ میکنه و قوی میکنه، چون بچه کوچیکی نمیتونه بفهمه چه خبره، ولی داره پدر داره طوری رفتار میکنه که به او کمک بکنه این دوران سخت راحت تر و با خنده و کمدی بگذره. و این دقیقا همون مثبت نگاه کردنه، یعنی ما به یک فاجعه هم به عنوان یک ناراحت مسئله ناراحت کننده هم میتونیم از سمت یاد گرفتن، آموزش دادن، آموزش گرفتن، learning moment، لحظه‌ای که میشه ازش یاد گرفت، لحظه‌ای که میشه یه رزیلینسی و تاب‌آوری بیشتری پیدا کرد. بسیاری از سختی‌ها تو زندگی‌های ما همینه، یعنی از این سختی‌ها و دشواری‌ها و شکست‌ها و زمین خوردن‌ها اگر آدم منفی نگری باشیم خب احساس میکنیم دیگه بدبختیم و بیچاره و بدشانس ترین آدم روی زمین و نمیدونم قمر در عقربه و نمیدونم الان ماه اینطوره و الان سال اونطوره و اینجور چیزها، یا اینکه نه میگیم ببینم، نگاه کنم ببینم چجوری بهتر میتونستم انجام بدم که دفعه دیگه بهترش رو انجام بدم و با قوت. میخوام یه چند تا راهکار هم بگم و نمیدونم وقتمونم فکر کنم ببینید، یکی این که بیایم واقعیت رو از تحریفات و خرافات جدا نگه داریم. واقعیت یعنی که ما واقع بین باشیم. خیلی خوب، اگر یه چیزی خرابی بوده، شکست بوده، زمین خوردن بوده، بوده، ما که نمیگیم بیا اینو این کارش بکن بگو نبوده. من اصلا نمیگم ما بیایم دروغ بگیم، پنهان بکنیم یه چیزی که نیست رو بگیم هست. میگم ما واقع بین باشیم اما تحریف نکنیم، خرافات نداشته باشیم، سراغ ماه بد و سال بد و نمیدونم قمر در عقرب و نمیدونم حالا شانس بد من نباشیم. بیایم با واقعیت ها بگیم، بگیم بله من اینجا این اشتباه رو کردم و این اتفاق هم برام افتاد، مسئولیتش رو میپذیرم، یاد میگیرم و دفعه دیگه درست انجام میدم. و این تحریفات فکری هم البته مفصل حالا در موردش صحبت شده، یه سری دیستورشن های فکری که آرون بک تعریف کرد به عنوان افکار غلط و افکار تحریفی و افکار نادرست که مثل همون فاجعه سازی، سیاه و سفید دیدن، زود نتیجه گیری کردن، اینها دقیقا اون تحریف های فکری است که آدم ها رو میتونه منفی نگر بکنه و اصولا افراد از یک زاویه بد و بد نگران کننده و منفی به مسائل نگاه میکنن. رؤیا پردازی خیلی وقتا میتونه خوب باشه. ببینید رؤیای این که فرض بکنید من میخوام به فلان جا برسم، میخوام خودم رو موفق ببینم، میخوام در اون موقعیت ببینم، به افراد کمک میکنه انگیزه پیدا بکنن، به افراد کمک میکنه که خودشون رو در اون موقعیت، در اون پوزیشن، در اون صندلی، در اون اتاق آفیس، در اون لباس پزشکی ببینن، تجسم بکنن. رؤیا پردازی خوبه، رؤیا پردازی کمک میکنه که ما انگیزه پیدا بکنیم و افکار مثبت رو برای خودمون داشته باشیم به جای اینکه بخوایم فرضاً خودمون رو در یک حالت بسیار بد و غمناک و منزوی نگه داریم. نوشتن خیلی خوبه، میتونیم بنویسیم، اهدافمون رو یادداشت بکنیم، خواسته هامون رو بنویسیم، یادداشت بکنیم، انتظاراتی که از خودمون داریم رو یادداشت بکنیم. خیلی وقتا اینا رو وقتی ما مینویسیم کمکمون میکنه که یه بررسی دوباره بکنیم. شاید این انتظاری که از خودم دارم یه خود زیادیه، من از پسش بر نمیام، باید انتظارم رو یه خورده تغییر بدم که قابل انجام شدن برای من نوعی باشه، با سن و سالم، با جنسیتم، با نمیدونم سنتم، تحصیلاتم بخوره.
این انتظاراتمون رو درست، ارتباطات داشته باشیم، معاشرت بکنیم، رفت آمد داشته باشیم. آدم‌های منفی نگر آدم‌هایی هستند که تنها میشن، منزوی میشن. اولا خب دیگران نمیخوان با اونا رفت آمد بکنن، دوما خودشون از دیگران میترسن و فکر میکنن اونا چششون میزنن، اونا نمیدونن میخوان سرشون کلا بذارن. ولی ما هرچه معاشرت داشته باشیم، با آدم‌ها آشنا بشیم، داستان زندگی‌ها رو بخونیم، بشنویم، این به ما کمک میکنه. مورد آخر، تفریح و سرگرمی داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه به ما یاد میده میتونیم لذت ببریم، میتونیم اون انجوی کردن و لذت بردن به انسان کمک میکنه که یاد بگیره میتونه مثبت باشه، از مثبت دیدن و مثبت فکر کردن میتونه لذت ببره، جوی داشته باشه. آدمی که افسرده است نمیتونه لذت ببره، آدمی که منفی نگره همه چیز رو به بدی میبینه و برای خودش هیچ تفریح و لذتی رو قائل نیست. اما اگر من یاد بگیرم که من حق دارم برای خودم یه چایی بریزم، پامو دراز بکنم، یه آهنگ قشنگی بذارم و لذت ببرم از این چاییه و آهنگه، به من کمک میکنه که مثبت بین باشم، از اون چاییه، از اون موسیقیه، از اون منظرهه لذت ببرم. بله قشنگ دکتر جان. واقعا انیشتین میگه قدرت تصور ماورای دانش، هم رویا پردازی شما بگین. انیشتین که دانشمنده نمیگه دانش ما برای همه چیز، میگه قدرت تصور. هر از گنش باید بشینه تصور کنه میخوام کجا برسم و فوق العاده کمک میکنه. و نهایتا ربلوواویچ یه بار تو اروپا رسمی بود به خاطر اینکه 6 میلیون یهودی رو کشتن، فقط یهودی نبود، میگه خیلی از ملت‌های دیگر از بین بردن. یک صندلی خالی شب پسح پسوبر میذاشتن به یاد بود اونها. ربه گفت این کار درستی نیست. چرا؟ خب یه صندلی خالی که دردی علاج نمی‌کنه، حالت منفیه، ما واسه چیز از دست دادیم، یک صندلی پر بیاریم. هیتلر اومد کشت، یه صندلی رو خالی کرد، شما یه صندلی پر کنید، یه شخص دیگر رو مهمان دعوت کنید. این فرق بین پازیتیو بودن و اونایی که فقط میخوان توی نگاتیو و تاریکی‌ها بمونن و اونجا غرق بشن، قوطه ور بشن. اینا خواستم بگم دکتر، قشنگ بسیار عالی بود. ما درس می‌گیریم، یاد می‌گیریم و می‌تونیم سازندگی داشته باشیم، مثل واقعا نیشن ژاپن که بعد از بلایی که سرشون آمد و نمیدونم بلایایی که داشتن، خودشون رو ساختن و به یک کشور پیشرفته و موفقی تبدیل شدن که تکنولوژی خیلی بالایی داره و غیره. بعد از هولوکاست کشور اسرائیل ساختن که الان همه دنیا حرف اول میزنه. اینم همینجور. بله بله، تکنولوژی، پزشکی، صنعت، پیشرفت‌های پزشکی، اینها همه واقعا اون پیشرفت‌هایی است که برای خودش به وجود آورده و تونسته بسازه و بتونه جلو بره. اینا همه درس‌هایی است که واقعا ما اگر شکست می‌خوریم و زمین می‌خوریم، می‌تونیم با مثبت نگاه کردن دوباره بلند شیم و بسازیم. تشکر دکتر جان، خیلی ممنون. بازم از دکتر رفیق جان عزیز تشکر می‌کنیم، با این همه علم و دانش به زبان خیلی ساده برای ما صحبت می‌کنن، موشکافی می‌کنن. 310-893-0104. تا هفته آینده همه شما رو به خدا بزرگ می‌سپاریم. شب روزتون بخیر. خدا. دوستان عزیز، برنامه رو به اشتراک بذارید تا برنامه بعد. همه شما رو به خدا می‌سپاریم.